چهاردهمین روز آذر ماه برابر با 5 دسامبر سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، درگذشت میرزا طاهر تنکابنی، ریاضیدان و فیلسوف که در کلاردشت مازندران به دنیا آمد و در 16 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود راهی تهران شد و در مدرسه سپهسالار به فراگیری علوم پرداخت. میرزا محمد طاهر علاوه بر فلسفه و حکمت در فقه، اصول، نجوم، ادبیات و ریاضیات نیز تخصص داشت و سالیان طولانی در مدرسه سپهسالار و مدرسه علوم سیاسی تدریس می‌کرد. با آغاز نهضت مشروطه وی به صف آزادی‌خواهان پیوست و پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در دوره اول و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب گردید. سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، در گذشت غلام حسین یوسفی، محقق و ادیب که در مشهد به دنیا آمد و پس از اتمام دوران متوسطه وارد دانشگاه شد و دکترای ادبیات فارسی و لیسانس حقوق قضایی و علوم سیاسی را دریافت نمود. دکتر یوسفی پس از دبیری دبیرستانهای مشهد و استادی ادبیات فارسی دانشگاه مشهد به مطالعه و تحقیق در کشورهای فرانسه و انگلستان و تحقیق و تدریس در آمریکا پرداخت. ابو مسلم سردار خراسان، دیداری با اهل قلم، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه های نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی و ترجمه‌ای دکتر یوسفی به شمار می آید. سال 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی، در گذشت پروفسور کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطات ایران که در بیرجند دیده به جهان گشود. او مدرک کارشناسی رشته قضایی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران و دکترای دولتی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس و همچنین دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری از انستیتوی مطبوعات و علوم خبری دانشگاه پاریس و دیپلم عالی تدریس روزنامه‌نگاری از مرکز بین المللی تعلیمات عالی روزنامه‌نگاری دانشگاه استراسبورگ را داشت. از سوابق وی میتوان به مواردی چون عضویت در هیئت تحریریه و مدیریت بخش اخبار و مقالات خارجی روزنامه کیهان، مشاور حقوقی اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، عضو مؤسس دوره عالی روزنامه نگاری، مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی و دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی، مؤسس دوره فوق لیسانس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، عضو مؤسس دوره دکترای علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، عضو مؤسس مرکز پژوهش‌های ارتباطات وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن، پیشنهاد دهنده تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی با همکاری یونسکو در تهران و عضو هیئت مؤسس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اشاره کرد.